سلام بچه ها، من دنی پینک پنم و امروز دوباره اومدیم سراغ آیکون. یعنی من یه مدت سر تیم آف دیر کلی واسهتون پک اوپنینگ گذاشتم، پک های مختلف. از بعد اون دوتا پرومویی که دیگه بعد اون داشتیم پک اوپنینگ پک عادی نذاشتم، ولی به جاش تا دلتون بخواد آیکون و هیرو گذاشتم که خدایش اینا جذابتره دیگه. همیشه پروموهای متوسط فیفا زیاد پک اوپنینگ نمیطلبه، مثلا تیم آف دیر و تیم آف دی سیزن فرق داره، ولی غیر از اون خب آیکون و اینا همیشه باحاله. و الان قراره که آیکون پیک بزنیم. توی ویدیوهای قبلی همش آیکون پک بود، این اولین آیکون پیکیه که قراره اینجا بزنیم و در مجموع دومین آیکون پیکیه که تو فیفا امسال اومده. اولیش بیس بود، الان میده و کلا دو تا فرق داره دیگه. راجع به همین رو صحبت میکنیم. پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و بریم ببینیم که شانسمون توی پلیر پیک چجوریه. خب آقا، آیکون پلیر پیکه اینه در واقع که یک از دوه، یعنی پلیر پیک قبلی آیکونی که اومده بود یک از سه بود و بیس بود، الان فقط و فقط ورژن مید آیکون ها ورژن دومشونه و یک از دو. نمیدونم چرا یک از دو، ولی اینجوریه که همین الان میشه دو بار رفت. حالا من فودر نداشتم، یه بارش رو زدم، دو سه تا پک پشتشه. حالا آیکونه رو میزنیم، اگه خود آیکون فودر بده نمیدونم اون پک ها هم اونا یه فودری چیزی در بیادش، دومیش هم میبندم تو همین ویدیو میزنم، ولی شاید هم نشو همین یه دونه باشه. اما دوباره همین الان میشه رفت، دوباره فردا دوباره میشه رفتش و فکر کنم یه چند باری بشه رفتش. ولی واسه کسایی که کلابشون پر فودره، بعید میدونم کسی الان بعد تیم آف دیر و این همه اسپیسی که تو این مدت اومد فودر زیاد تو کلابش داشته باشه. به هر حال اومدیم با آیکون پیکه ببینیم که چجوریه. از دو تا قبلی که آف استریم زدم و اصلا اون موقع ویدیو نمیذاشتم هنوز و اینا، اولیشو خیلی خوب زدم، دومیشو خیلی بد. یعنی اولیش مالدینی بود، مالدینی بیبی که هنوزم تو کلابمه، و دومیش بهترینش یادم شوانشتایگر 87 بود دیگه، بقیه‌اش یادم نیست چی بود، ولی دیگه خودتون حساب کنید بهترین وقتی شوانشتایگره، بقیه‌اشون عجیب غریبه. آقا می‌خوایم اینو بزنیم، هیچ گارانتی ریت و اینا هم نداره، یعنی کل آیکونایی که تو بازی هستن ورژن میدشون رو میتونه بده. حالا یه سری آیکونا مثل پله و نمیدونم اینا بده W، کلا این آیکونا رو همیشه گفتم دیگه کل ورژن‌هاشون W، حالا بیبی باشه یا پرایم باشه فرق نمیکنه. ولی خب حالا ببینیم چه جوریه دیگه، میخوایم یه جورایی بیشتر تستش کنیم. بعد چیزی هم که میاریم اولین چیز اینه که مانیتور رو خاموش میکنیم، چون پلیر پیکه دیگه کار خاصی نمیکنیم، ما رو پلیر پیکا متد خاصی نداریم متاسفانه. اولین چیز فقط مانیتورمون رو خاموش میکنیم. اینو آماده کردم که فکر کنم جاش درست باشه، ولی مطمئن نیستم، یعنی میترسم اینو بذارم بزنم لو بره. بخاطر همین اول عکس میاریم، میزنیم عکس نیمار رو میاریم، همینجوری بدون دلیل با عکس شاد کردم عکس رو میاریم میزنیم به اینجوری دیگه. ببین به همین سادگی پلیر پیکو زدم. کی بود میگفت دنی لفتش میده و دنی خیلی دیر میزنه؟ دیده بودم تو کامنت ها میگین که دنی یه دونه پیک داره یه دونه پک داره یه ویدیوش میگفت. همین درسته، من زحمت کشیدم فودر ریختم پای این پک، پای این پیک، سخته دیگه، باید یه ویدیو ازش در بیاد یا نه، شما بگین در بیاد یا نه. آخا ببین، نیمار رو نگه میداریم اینجا، اینو میاریم. خب بعد نیمار رو خیلی سوسکی آروم آروم تکونش میدیم ببینیم لو میره یا نمیره. بعید میدونم، فکر کنم درست شده باشم. اصلا ببینیم دابلیکیت زدیم، دابلیکیت نداره و یه کوچولو این سمت چپیه کجه، ولی حق مطلب رو ادا میکنه دیگه. آره اوکیه، لو نمیره، لو نمیره ولی دقیق روش نیست، کجه. این وریه فکر کنم خوبه ولی اون یکی نه. نکته ای که داره اینه که دابلیکیت نزدیم و دابلیکیت هم مثلا نمیتونستیم بزنیم. تنها آیکون میدی نه میتونستیم بزنیم، چرا نمیتونستیم؟ دو تا آیکون می تو کلاب هم دارم، یکیش جرجینیو یکیش نازاریو، اصلا اینا خیلی ریرن دیگه، این دوتا رو نزدیم. تنها چیزی که الان میدونیم اینه. ببین دوست دارم که ریتینگ مینتینگ ها رو ببینم، ولی کلا دوتاه، حیفم میاد. خب به خاطر همین اول کار بریم استاتس رو بیاریم، همین اینی که روشیم و استاتس رو بیاریم ببینیم چجوریه. آها آقا، استاتس آیکون اول رو ببینیم که فیزیکال 91 داره. آقا دفاع وسط نده جان جد پدرت، خداییش دفاع خیلی دارم، یعنی فندایکو که دارم اندیایمه، یعنی همیشه دیگه تا آخر فیفا امسال یه دفاع هم پره به خاطر فندایک.
دفاع بغلیش هم که در حال حاضر فوفانای آرتیتیف رو دارم که هنوز بازی چلسی و دورتموند انجام نشده. اگه چلسی ببره یه درصد که خیلی شانسش کمه، اگه ببره مثبت 2 میشه آپگریدش، خیلی خوب میشه. ولی حالا این استاتی که میبینم احتمالاً دفاع، مگر اینکه دیفندینگش خیلی بالا نباشه که خیلی بالاه، 91-93. ببین خب استاتش خیلی خوبه، ولی بهترین دفاع وسط آیکون کیه تو ورژن مید این استاتس رو داشته باشه؟ فقط مالدینی فکر کنم. البته مالدینی هم انقدر چیز نداره، انقدر فیزیکال بالا مالدینی نداره، مالدینی فیزیکالش یکم پایین تره. ولی خب دیفندینگ نمیدونم کیه، ولی احتمالا پیسش کمه دیگه. هولی شیت، دریبلینگ خیلی بد، اجلیتی بالانس فکر کنم پویول آجی، اجلیتی بالانس 50 خورده‌ای منو یاد پویول میندازه. بله کارلس پویول 90. آقا پویول همیشه دوست دارم، همیشه جاش تو قلب منه، ولی استاتش خدایی گول زننده است. قبول کنید این استات هیولا تو دیفندینگ، اگه مثلا یه درست حسابی واقعا بر اساس واقعیت میساخت پویولو و پیس بالای 80 بهش میداد، واقعا دبلیو بود. شما فکر کن این استات پیس بالای 80 نمیدن، نمیدونم چرا. واقعا اگه بریم بازی های پویولو نگاه کنین اصلا کند نبود، مخصوصا تو اون سال وسط کریرش و اوایل کریرش خیلی بازیکن سریع بود. آقا ایبی نداره، آیکون اول لباس بارسا پوشیدیم بارسایی داد، ولی دیگه بسته، دیگه بسته، یه آیکون درست حسابی بده. اگرم بارسایی میدی دینیو بده بی زحمت، دمت گرم. آیکون دوم دروازه‌بان نیست، خدا رو شکر دروازه‌بان نیسته، چون اصلا امسال شرایط لینک کردن آیکون‌ها یه جوریه که دروازه‌بان آیکون مزخرفه، اصلا نمیشه بازیش داد. یعنی دروازه‌بانه قشنگ بیشتر لینکو به هم می‌ریزه. قبلا ما میگفتیم آقا دو تا دفاع دو تا لیگ مختلف میندازیم برای لینک مشترک بینش یه دروازه‌بان آیکون میندازیم، به درد می‌خورد خدایی. ولی الان دروازه‌بان آیکون میندازید، از دو تا سه تا بازیکن دیگه باید بزنی. آقا دروازه‌بان نیست، فیزیکالش خیلی پایینه و اگریشنش هم خیلی پایینه، جامپینگش هم پایینه، استامیناش هم متوسطه، حتی خوبه، استامیناش خوبه و مهاجمه، هدزن هم نیست. از اونجایی که فیزیک نداره هدزن هم نیسته، چیزی کوچولو موچولویه. خب بعد دریبلینگش 91، جالب شد دریبلینگ 91 واسه آیکون مید دبلیو، مید آیکونی که دریبلینگ 91 داشته باشه چیز خوبیه. چرا نیمار این حرکت ها میزنه من نمیدونم. بعد پاسینگ 90 هم داره، یعنی یه جورایی میشه گفت بیشتر سی ایمه، یا مثلا یه استی نمیتونه باشه چون پاسینگ خیلی خوبی داره. استی ها معمولا پاسینگشون خیلی خوب نیست. شوت یا ابوالفضل حاجی، پیسش خیلی مهمه، پیسه پوشکاشه، فکر کنم با این استس فکر کنم پوشکاشو زدیم حاجی، فکر کنم پوشکاشو زدیم. دقیقه بایستین حاجی باورم نمیشه، من هر سال از سالی که پوشکاش به عنوان آیکون تو بازی اضافه شده هر سال زدمش. دو سال قبل 94شو زدم، یعنی فیفا 21 و 22 پرایمش که 94 بوده زدم، الان ورژن میدشو زدیم مثل این که. ولی تو این مقطع بازی پوشکاش واقعا دبلیو، بذار ببندیمش اینو. آقا خداییش دبلیو، روتینگ بالایی که داشتش و اینکه پاسش هم بالایه قشنگ مشخصه که پوشکاشه. اینو ببریم، آیکون اولی که روشیمو ببینیم، ریت 90 داشت، نیشنش هم اسپانیا بود و دیگه اصلا میدونیم دیگه، آقا پویول. این از این. آیکون دوم اگه پوشکاش باشه ریتش باید 92 باشه، آیا 92ه؟ چی نگی این کارمو بلدم، پوشکاشو زدم، اون قضیه که گفتم فودر بده بعد بریم یه چی دیگه باش ببندیم کنسله. اگه مثلا پوشکاشو اینجا نمیداد و بهترینش مثلا پویول بود با ریت 90، این ریت 90 میشد فودر مینداختیمش تو اون یکی آیکونو. الان ولی دیگه نمیشه، الان دیگه اون قضیه کنسله و بذار کلا اینا رو بیاریم و بوم، پوشکاش 92. آقا دبلیو علاوه پیسی نسبت به همه ورژن های پوشکاش فکر کنم پایین تره، 89
اگه اشتباه نکنم، بعدم ورژن بیبیش پایین‌تر بشه. ولی مگه میشه گفت پوشکاش بده؟ و اینکه خب پیس 89 واقعا بد نیست و خوبه دیگه. فقط تنها نقطه ضعف پوشکاش همون ویک فوت 3 شه که چون انقدر شوت زن خفنیه واقعا به چشم نمیاد. و اینکه آوتساید فوت شوتی که امسال متای بازیارم داره، یعنی شما فقط رو پای چپش و اون گارد چپ باشه میتونی گل بزنی، حالا یا بیرون پا یا توی پا، هر جای پا بزنی گله. و دبلیو پوشکاش 92 روزم قیمتش رو چنده؟ انتظار بالای 1 میلیون داشتم. واقعیتش انتظارم بالای 1 میلیون بود، ولی 900 خورده یه دیگه، یعنی مرز 1 میلیونه. پس آیکون قبلیه که تو ویدیو قبلی زدیم، گارینچای پرایم بهتره، علاوه قیمتی بهتر از این بودش که منطقی هم هستش دیگه. گارینچای پرایم با پوشکاش مید. اینم آقا پوشکاش که خدایش دبلیو، امیدوارم که راضی باشی. آلترنتیو پوزیشنشو ببینی، یعنی یزیدشو فقط استی میتونه بازی کنه و سی اف، یعنی سی ایم هم حتی نمیتونه بازی بکنه که این بده، ولی ایبی نداره دیگه. امیدوارم که راضی باشین و دیگه بیشتر از اینم جا حرف دیگه نمیمونه. حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسین، و اگر این آیکون پلیر پیکو زدین واسم بنویسین که بازیکنایی که اومد کیو کی بودن و کیو انتخاب کردین. اینو تو کامنت ها واسم بنویسین. و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک پنو، تا ویدیو بعد فعلا.